پدر یکی از آن تسلیم ناپذیرها بود، اونهایی که تا آخرین گلوله جنگیدند، اونهایی که وقتی دیگران پیش خمینی سر تسلیم فرود می آوردند با سر افراشته تا به آخر ایستادند و حماسه آفریدند. با 60 شهید در حماسه 12 اردیبهشت سال 60. و حالا پسر هم مثل پدرش و مثل مادرش یکی از اون تسلیم ناپذیرهاست، اونهایی که تا آخرین نفس می جنگند، اونهایی که با سینه سپر، با پایداری شگفت تاریخ، بدون سلاح در مقابل فوجهای خونریز خامنه‌ای ایستادند و میگویند بیا بیا، ما از حقوق خلقمون یک قدم کوتاه نمیاییم. من شمعم، شمع شبانه، در عالم گشت فسانه. پدر شمع شبانه بود و در عالم فسانه شد که در شب حاکمیت خامنه‌ای شعله برافروخت، اون هم چه شعله‌ای. و امروز فرزند هم یکی از مشعلداران پایداری اشرف بود. صحبت از ناصر خادمی، فرزند مجاهد شهید حمید خادمی است. پدر در اون حماسه 12 اردیبهشت به شهادت رسید، فرزند مجروح شد و به زندان افتاد و حالا در اشرف برای ما صحبت میکنه. من ناصر خادمی هستم، متولد سال 1359 هم، الان 11 سال تو اشرف هم. من خودم بعدن چون که پدرم جزو مسئولین سازمان بود، سازمان مجاهدین، و ایزم مادرم، این وقتی من یک سال و نیم بودم پدر و مادرم شهید شدن توی درگیری که با رژیم بود توی تهران. این شهید شدن، پدرم مجاهد شهید حمید خادمی و مادرم فرشته اذهبی تو اون درگیری شهید شدن. من خودم تو اون درگیری مجروح شدم به خاطر حمله رژیم به اون پایگاه. یه خورده که بزرگتر شدم، تقریبا فکر کنم 5-6 سالم بود که دیگه از موضوعات مختلف فهمیدم که پدر مادرم کی بودن و اینکه چجوری شهید شدن. طبیعی یه سری کلیاتون کسی که دقیق نمیدونست. در واقع من آشنایی با مجاهدین از همون نقطه، یعنی از همون نقطه من با اسم مجاهدین زندگی میکردم، یعنی میدونستم مجاهدین کی بودن، میدونستم چون بالاخره پدر مادرم یکی بوده که دو تا مهندسی داشته، مادرم یکم دانشجو بوده، میدونستم که اینا از همه چیزشون گذشتن، مثلا کسایی بودن که دو زندگیشون همه چی داشتن، میتونستم داشته باشن. میفهمیدم که مجاهدین کسایی هستند که برای آرمان مردمشون، برای آزادی مردمشون مبارزه کردن. طبعا از همون بچه که خب من دیگه با اسم مجاهدین آشنا بودم، رفتم دانشگاهتون رشته که بهش علاقه داشتم، تا وقتی که بیام اینجا دانشجو بودم. آینده‌ای که من برای خودم بریده بودم، من همیشه از وقتی مثلا دبیرستان می‌رفتم، از فیلم‌هایی که تلویزیون ها اینو می‌دیدم، همیشه به این کارهای دانشمند و مخترین خیلی علاقه داشتم. یعنی همیشه دوست داشتم یه چیزی درست کنم. مثلا انتخاب رشتم برای دانشگاه هم تقریبا تو همین راسته بود. این که من که تصمیم گرفتم بیام پیش مجاهدین، یه طبعا تو همین پروسه بود. فکر میکردم که باید چیکار کرد. میگم خب توی ایران راه حلی نبود، به طور واقع راه حلی من پیدا نمیکردم. یا باید چشمم میبستم روی تمام چیزی که میبینم، بگم نمیبینم، بگم فرقو نمیبینم، بگم سرکوبو نمیبینم، بگم رژیمو نمیبینم، یا اینکه باید یه کاری میکردم. خب من برای خودم بودم باید یه کاری بکنم تو این جامعه. از اونجایی که اونجا هیچ راه حلی نبود، از اون طرف مجاهدین هم میشناختم، میدونستم خب بالاخره مجاهدین کسایی هستند که برای مردمشون دارن مبارزه میکنن. یه چیزم خوب میدونستم،
که مجاهدین کارشون فریب و نیرنگ نیست. مثلا توی جامعه ایران آدم خوب اون خیانتی که خمینی به مردم کرد رو حس میکرد. مثلا خاطرات انقلاب تعریف کردن، قبل از انقلاب مردم چقدر با هم متحد بودن، چقدر همه دنبال تغییر بودن. ولی بعد از اون انقلاب، اون زمانی که مثلا من توی ایران بودم، اون خیانتی که خمینی به این مردم کرد و بعد از اون توی این پروسه و بعد دوباره مثلا خیانتی که خاتمی میکرد، خیانتی که تمام سران این رژیم میکردن به مردم، برام خیلی واضح بود. من میدونستم که مجاهدین اهل خیانت نیستن. میدونستم اگه میگم مردم، واقعا دنبال درد مردمشونن. چرا؟ شهداشون. مثلا حالا من چون توی ایران مجاهدم زیاد نمیشناختم، مثلا مجاهدین میگفتم، میگفتم پدر مادر خودم، با این معیار میسنجیدم. گفتم خب بالاخره پدرم کسی بود که زندگیشو داشت، مهندسیشو داشت، همه چیشو داشت، چی شد رفت مبارزه؟ نمیتونستم بگم که خب به خاطر یک دروغ و نیرنگی و خاطر حکومت و قدرت طلبی بوده. خب نبوده که، کسی که دنبال قدرت طلبی باشه که اهل شهادت نیست، که اهل قیمت دادن نیست. خب این نقطه من انتخاب کردم که بالاخره بپیوندم به سازمان. میدونستم باید این کار بکنم من نهایت، برای اینکه اگه میخوام یک تغییر تو این جامعه ایجاد کنم، اگه میخوام سهم خودم رو ادا بکنم، خب باید بپیوندم به این مقاومت، به مجاهدین. البته انتخابش سخت بود. سخت بود به چه معنی؟ قدم اولی که تصمیم گرفتم مثلا بیام اشرف، فکر کردم که خب تو بری، خب دیگه درس نمیخونی که، بعد آینده چی میشه؟ گفتم که خب آرزوهات چی میشه؟ من دانشمند شدن و مخترع شدن و پس اینا کجا بره؟ بعد دیگه جنگ و دعوای جنگ های درونی ذهن، تمام ذهن خودم. بعد دیدم که خب بالاخره اگه میخوام تغییر ایجاد کنم با قیمت رو بدم دیگه. نمیشه که همه بشینیم توی ایران مثلا بگیم من میخوام درس خودمو بخونم، من میخوام زندگی خودمو داشته باشم، من میخوام رژیم تغییر کنم. نمیشه. اون نقطه تصمیم گرفتم که واقعا همه چی هست بذارم زیر پا.